شنوندگان عزیز و رادیو 670 ام که این فرصت رو به من دادن و کارگردان فنی برنامه فرشاد عزیز که گفتگوی امروز با هم داشته باشیم پیشنهاداتی دارم قبل از هر چیز سال نو رو براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم سال پربرکتی باشه که خواهد بود و بدونید که روشنایی همه جا پشت در است در گشودن هنر است این ویروس کوچک کرونا ما رو تکان داد جهان رو تکان داد دنیا رو متوقف کرد ولی چیزهای زیادی هم به ما یاد داد که همدیگر رو دریابیم و این سنرژی رو پخش کنیم به ما نشون داد که چقدر وابستگی به جای همبستگی به همدیگه داریم به نزدیکان، فامیل، دوستان، شغل، مقام، کار، پول همه و همه تجربه شگفتنگیزیه کرونا نشون داد که ما چقدر اسیر هستیم چقدر انتظاراتی داریم که واقعا میتونه ما رو بیمار کنه چقدر حق با منه میگیم چقدر گیج و مبهوتیم و حالا چقدر هم چیزهای خوبی هم داشته چقدر تمیزی هوا چقدر نظافت و و و, و چیزهای زیادی <تص> روبرو شدن با ترس ها رو به ما داره نشون میده و فرصتی داره میده که به جای دید و بازدید دید و دید داشته باشیم خودمون در خونه بشینیم بیاندیشیم و آگاهیمون رو بالا ببریم توانایی رو بالا ببریم و قدردانی داشته باشیم از اون همه چیزهای خوبی که داشتیم مطمئن باشید نازنین ها ما بعد از کرونا انسان های خوشحالتر و والاتر و سرفجوتر و قدرزارتر میشیم قدر همه چیز رو بیشتر میدونیم و خیلی تحولات در زندگیمون به وجود میاد ویروس کرونا مهمتر از همه تأثیری که گذاشته رو سلامتی روانی ما تأثیر گذاشته نگرانی ما بابت این اخبار کاملا قابل درکه کاملا این یک ترس واقعیه و قابل درکه اما این نگرانی ها میتونه مشکلات روانی خیلی زیادی برا ما به وجود بیاره و زندگی ما رو وخیم تر کنه اگر کمی افسرده بودیم کمی استراب داشتیم خیلی بیشتر بکنه ما قرار عزیزان توصیه هایی که در رابطه با ویروس کرونا سازمان بهداشت جهانی میده حتما مراعات کنیم حتما سلامت فیزیکمون رو دنبال کنیم و توجه کنیم ولی همزمان توجه زیاد به روان خودمون داشته باشیم براتون بگم که دلیل اصلی استراب انسان ها نگرانی هاشون از نادانسته ها و انتظار وقوع یک اتفاقه ویروس کرونا هم قشنگ این ویروس کوچیک این نقش رو در مقیاس کلان داره ایجاد میکنه خب حالا ما چجوری با این سلامت روان خودمون رو مراقبت کنیم حتما که میخوایم اخبار رو محدود کنیم و مراقب چیزایی باشیم که میخونیم وقتی دلواپس چیزی میشیم ما نمیتونیم به افکارمون مسلط بشیم و مکانیزم ذهن خودمون رو نمیتونیم اداره کنیم همه جا میره هر جا که میخواد میره نگران والدین میشیم نگران سالخورده نگران بچه ها نگران همه دنیا میشیم ولی نگرانی چه مسئله ای رو حل میکنه یادتون باشه نگران هر چه بودید وقتی جلوتون اومده روبرو شدید باش با مهاجرت بوده درس خوندن بوده حتی حتی متاسفم بگم جدایی طلاق بوده حتی از دست دادن بوده هر چیزی که نگرانش بودیم وقتی به واقعیت پیوسته دیدیم میتونیم حلش کنیم اینجاست که اگر ما نگرانی رو حل نکنیم فشار روانی بهمون میاد فشار روانی در علم خوب روانشناسی در واقع پاسخ ما به اون عوامل فشارآور اون شرایط و وقایعی که واقعا تهدید کننده است که توان ما رو محدود میکنه فشار یعنی استرس در فیزیک گرفته شده خب ببینید ماها انسان ها شبیه اشیا هستیم فلزات در برابر نیروهای متوسط بیرونی مقاومت میکنیم ولی وقتی نیروها خیلی زیاد میشن انعطاف پذیری و برگشت پذیریمون رو از دست میدیم اما ما میتونیم میتونیم برخلاف فلزات فکر و استدلال داشته باشیم خب بفهمیم تفاوت استرس و ترس واقعی رو بفهمیم من براتون الان این رو میگم که ترس واقعی هست دیگه ترس کرونا هستش ترس از آتش سیزی جنگه جنگ ترس این کرونا که دنیا رو به هم ریخته تقیان کرده است و یه واکنش متناسب داریم مواظبیم تمام چیزهایی که باید رعایت کنیم رعایت میکنیم ولی ولی این استراب یک واکنشی است بیتناسب با خطر و یک واکنشی است که من رو شما رو بیمار میکنه میکشه ویروس کرونا میتونه ما رو نکشه میتونه اگر ما همه مقررات رو رعایت کنیم میتونه ما رو نکشه ولی همین ویروس کرونا که به ما وسواس بده کسایی رو کلاینت هایی رو من دارم کسایی رو میشناسم که از بس دستشون رو شستن دست زخم شده درونشون زخم شده بیمار شدن به اونها گفته بودن انقدر دست نشورید انقدر نگران نباشید دست شستن شما و...